بچه ها سلام، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. حال من که زیاد روبرا نیست و خواستم بهتون اطلاع بدم دخترم درس غیر انتفاعی میره که میگفتن غیر انتفاعی رو نمیزنن و جز به مدارسی هم بود که مثلا از اولش مؤسسش گفت من دور تا دور ماشین گذاشتم، به هیچ عنوان نمیزنم، هیچ کاری نمیکنم و مواظبم و همه جوره. امروز صبح بازرس از آموزش پرورش میاد تو مدرسه، میگه بچه ها هیچ کس حق نداره از تو حیات خارج بشه. همه بچه ها که تو مدرسه حیات مدرسه بودن یه دونه از این شیمیایی ها رو گازای شیمیایی ها زدن. تا یک ساعت هم اجازه ندادن بچه ها از مدرسه بیان بیرون و هیچ تماسی با هیچ کس بگیرن. دیگه ما موقعی که رسیدیم شانس آوردم بچه هم کشیدم بیرون و الان فقط گلوش یه ذره میسوزه و بیشتر ترس برش داشته. تمام زدنش داره میلرزه، فکش میلرزه، گلو چشمش. من که بعد از یک ساعت رسیدم هنوز چشمم و گلوم میسوختش. بچه هاتون رو دیگه نفرستیم مدرسه بچه ها، واقعا نفرستید، کار خطرناکه. من اصلا 1% فکر نمیکنم، یعنی همش اخبار رو گوش میدادم که به محسنی تهران رو میزنن، کل اسفندم نفرستادمش، ولی امروز بچه هم فرستادن. نمیدونم دوستایی که اون برای آبن اگر واقعا نتیجه این که گازا چی و اینا خبر دارین، تو رو خدا به ما بگین. اگه پاتنی هست الان جا همه آزمایش ها رو براش نوشتن که ببرم انجام بدم، خوشبختانه اکسیژنش خونش هم خوبه، ولی خیلی از دوستاش از حال رفتن حالشون بده، میگن ترس غلط کردن، بچه کف بالا می آورد اونجا. فقط بچه هایی که اون برن اگه خبردار شدین این گازا چیه، چجوریه، پاتنی براش وجود داره یا عوارضی در آینده داره، اگه لطف کنین بگی ممنونتون میشم. نه سر جونم، نتونستم زود بیارمش. بچه هم میخواست عوارضه فرار کنه، دوتا لباس شخصی پرتش کردن تو در و بستن، تا یک ساعت تو کلاس بوده، نشد زود بیارمش. فقط بازرس صبح اومده بوده، گفته بودن همه باید تو حیات باشن، شک کرده به دوستش گفته بی بریم تو کلاس، وقتی میگن همه تو حیات چرا از اول سال اینا به ما نگفتن. اون لحظه که تو حیات انداختن و دود بلند شده و همه با صرف اومدن نبوده، تو حیات مدرسه نبوده، ولی بعد از اون تا 1 ساعت تو مدرسه بوده. تمام دوستاش جلوش حالشون به هم خورده، یه سری از حال رفتن، این بچه سرفه کرده، انقدر گریه کرده، التماس که بذارین زنگ بزنیم. همه گفتن مدیر مدرسه میگه توهمه، توهم زدین، هیچ بویی نمیاد. تا نیم ساعت طول کشیده، نیم ساعت بعد بوی چوب سوخته اومده، نیم ساعت هیچ بویی نبوده، معلوم نیست چه بلایی سر بچه هم اومده. اگه هیچ اثری هم نداشته باشه هیچ وقت ازشون نمیگذرم، چون خودم تمام این سالا داشتم خواب بمبارون میدیدم، موشک بارون میدیدم، همیشه از اون موشک بارونی که تو 14-15 سالگیمون تجربه کردیم میترسیدم، تا سالها خوابشو میدیدم. بچه من انقدر ترسیده، انقدر ترسیده که امکان نداره این از سرش بره بیرون. الان که دیگه بچه ها فرستادن تو علائمش خوندم، دیدم لرزم از 2 ساعت چونش کامل میلرزید، پاش میلرزید. میگفتم سردته؟ میگفت نه ماما، زیر سرم بود، ولی میگفت میلرزم. ماما چرا دهنم وای نمیسته؟ یه جد خدایی ازشون نگذره. فقط ممنونم ماندانه عزیزم، قربونت برم، مرسی از هم دردید. آره عزیزم، هر جو دوست داری وایسو بذار، یه نفرم آگاه بشه، یه نفره. احساس زندانه بودن به هم دست داده. بعضی وقتا همیشه بحث رفتنم از ایران که میشد، میگفتم کشورمه، اونا باید برن. ولی امروز که دخترم گفت مامان در رومون بستن، داشتم فرار میکردم، دو تا لباس شخصی حالم دادن، پرتم کردن، بعدم تو کلاس نگرمون داشتن، در رومون بستن، یه روبین بو رو داشتم استشمام میکردم، تمام وجودم لرزی. احساس کردم تو زندانم، تو کشور خودم تو زندانم. از عواقبش خیلی میترسم. کاش میشد یه کاری بکنیم. منم فکر میکردم که همه اینا شاید مثلا یه سری بزرگ نمایی باشه، تا واقعا وقتی بچم همه رو تعریف کرد باورم نمیشد. یعنی شما گازیو که نمیشناسین بچه رو 1 ساعت توی اتاق حبسش کردین. البته ببین، مدیر مدرسه
و بقیه خبر ندارن. اونا هم مثل ماها یه سری کارمندی که مجبورن، شاید محتاج به این پولن و براشون مسئولیت داره که میذاشتن بچه ها بیان بیرون. ولی من مطمئنم مؤسسه مدرسهشون خبر داشت که توی اینترنشنال هم نشون داد که چقدر کتکش زدن و خونهشون حتی والدین رفتن پیدا کردن. من که اصلا انقدر خودم حالم بد بود و شب و بچم گریه میکرد میومد پیشم و اینا، دیگه گفتم گروه باباش حساب حال اونو جا میارن. خب مدرسهش مدرسه قیاس بوده، دخترانه قیاس تو میدون فاطمی، مؤسسش هم دکتر هنرمنده، خودش آزاد است. یه دو سه روزی بود قبل از این من فکر میکردم که هیچ وقت مرسه رو نزنن چون این آزاده هاست. دو سه روز بود قبل از این یه سری حرفا این ور اون ور اومد و توی فضای مجازی که اگر کار خودتونید چرا مدرسه آقازاده ها رو نمیزنین، که تا تهران شروع شد اولین مدرسه ای که زدن همین قیاس بود. یعنی رد گم کنی این کار رو کردن. خواهرزاده همین دکتر هنرمند توی اون مدرسه است. بچه های ما یک ساعت و نیم در معرض اون گاز بودن. ایشون اول همه خواهرزادش، اول اینکه طبقه چهارم تا طبقه اول و این گاز تا نیم ساعت بو نداشته. بو نداشتنش که بعد من یه جا خوندم مثل این که نیم ساعت اول بویایی چشایی کار میندازه. من نمیدونم چجوری ایشون در عرض یک دقیقه به محض این که بچه ها تو حیات داشتن سرفه میکنن چهارم اومده پایین، بعد به همه هم گفته دارین تمارز میکنید. اینا گفتن یه هم آره ما 100 تا بچه همزمان با هم با سرفه میایم داریم خفه میشیم، خیلیشون کف بالا آوردن و اینا، هممون داریم تمارز میکنیم. بعد در عرض مثل اینکه 5 دقیقه با سرویس خواهرزادهشو میفرسته میره از مدرسه. ولی خب بچه های ما تا یک ساعت و نیم حتی اجازه زنگ زدن به ماها رو نداشتن.